ICO یه ترکیبیه از ICO و IPO که سهام شرکت خریده شده پس از ICO به صورت توکن بین سرمایه‌گذارها تقسیم میشه و خب قابل استفاده هست این سهم. بحث کراودفاندینگ، ببینید شما توی کراود نمونه بارز کراودفاندینگ چی میشه؟ همین صندوق های وامی که تو خانواده ها وجود داره، همه خانواده ها هم دارن، یه پولی میذارن بر اساس بزرگ بودن خانواده و اطمینانی که اعضا به هم دیگه دارن و اون پشتوانه مالی که دارن. خدمتتون عرض شود که یه صندوق تشکیل میدن و پول جمع میکنن و در نهایت قرعه کشی میکنن. شاید بارها شنیدین که یه سری خانواده های خاص که خیلی هم معروف هستن، هر خانواده‌ای که مثلا چه می‌دونم یه جوونشون داره ازدواج میکنه یا میخواد کسب و کاری را بندازه، میان از طریق این صندوق پول جمع میکنن، بهش میدن، کمک میشه و بعد با یه حالا یه نرخی یا اینکه به صورت قرض الحسنه و امثال هم باز پس گرفته میشه. خب این یه پتانسیل بسیار بسیار خوبیه. کراود فاندینگ ها در دنیا هم، حالا ما توی خانواده ها به هم اطمینان داریم، خاله و عمه و دایی و پسر عمه و پسر خاله و پسر دایی و این تیپ اینجور آدما جمع میشن دیگه دور هم دیگه، یا دیگه تهش اینه یه ساختمون که مثلا 20 سال 30 سال با هم همسایه‌ها خیلی جفت و جور بودن با هم همچین کاری میکنن. اما رو بستر بزرگتر دیگه این نفر اول و دوم و انوم همدیگه رو نمیشناسن، مخصوصا وقتی رو بستر بلاک چین هم انجام میشه که اصلا یه چیز عظیم میشه که خب آدما همدیگه رو فیس تو فیس نمیشناسن، پلتفرم رو میشناسن. و خب این تفاوتی که تو آی سی او در مقابل کراود فاندینگ وجود داره باعث شده که اینجا عرض شود که سرعت جذب منابع رو بیشتر بکنه و اینکه این هزینه هاش هم کاهش بده. توی کراود فاندینگ شما به هر حال یه هزینه مترتبه این هم وجود داره، بالاخره بعد یه وقتی صندوق ها بزرگ میشه میره بستر بلاکچینی یا مثلا اینترنتی میشه، یه مقدار هزینه های از جمله راه اندازی پلتفرم داره، دسترس پذیریش داره، قوانین و مقرراتی که حاکم بر کراود فاندینگ هست، اینها مهمه دیگه. مثلا تو همین خانوادگی ها میگن آقا تا مثلا پنجم ماه بریزید دیگه، حالا مثلا اگه کسی شد دهم نمیاد یک کسی یقش رو بگیره، ولی توی پلتفرم های بزرگ بحث جریمه هست، بحث نام خروج سرمایه گذار هست، کسر جریمه با خروج هست و خیلی قوانین مقررات سفت و محکمی در این حوزه وجود داره. بهتون این نکته رو منتقل کنم که در خصوص کراود فاندینگ بحث خیلی بزرگیه و حالا این چیزی که آی سی او اومده جایگزین که نه، یه نوع خدمات دیگه رو داره این حوزه داره عرضه میکنه، یه ما با کراود فاندینگ ها رو با چالش مواجه کرده. اما در این حال هم از این ور قضیه نگاه کنیم، کراود فاندینگ سرسام بیشتری داره، بهتری داره، درست‌تره، قانون مقررات روش حاکمه، شما روی پلتفرمی داری ملزم به گزارش‌دهی هست بر اساس قانون، لیکویدیتی داره، هر موقع بخوای از تو بازار بیای بیرون میتونی این کار رو انجام بدی، دسترسی به کلی اطلاعات داره. شما تو آی سی او خود اون گروه اگر چیزی گزارش بده، ناظری وجود نداره که بالا سرش باشه بیاد بگه این کارو بکن اون کارو نکن، این غلطه این درسته، یا این کارو اینجوری باید انجام بدی. پس من ریسکم تو حوزه کراود فاندینگ کم تو همه این موارد که با هم دیدیم، تو آی پی او، توی ونچر کپیتال، تو کراود فاندینگ یا مواردی که الان پایین خواهیم دید، ریسک من کمتر هست نسبت به آی سی او و بعضن اس تی او و آی ای او. اما خب در مقابل اون هم گینم پایین تره، ولی رو آی سی او ها ریسک بالاتر و این ریسک و ریوارد باید همدیگر پوشش بده دیگه و گین هم میتونه بالاتر باشه. و خاطر همین بعضی ها میان مدل کشاورزی تقسیم میکنن دیگه، منابع مالیشون رو بین همه اینا یکسان پخش میکنن، یکی از این پروژه هم بگیره ضرر همه رو جبران کرده که هیچ، یه چیز گنده هم گذاشته، سود قابل توجه هم گذاشته رو پروژه. این جریان مقایسه آی سی او به اینجا ختم نمیشه. ببینید انواع مختلفی داره، آی او، آی ام او، آی دی او، آی سی او 2، یو تی او، آی سی سی او، اس تی او، ای تی او، تی آر ام ای، ای تی او، آی اف او و و و و سی تی او، سی اس او، که اینها همه ابزارهایی هستن که در بازار کریپتوکارنسی مورد استفاده قرار میگیرن.
اما خب اینا تفاوتاشون چیه؟ خب اینو کسی ورود میکنه که بخواد به صورت خاص بیاد اکسپرت بشه، مثل همون آدمایی که بهتون نشون دادم، بره تو حوزه یعنی عرضه های بلاک چینی کار کنه و بتونه از بین اینها بهترین سولوشن پیشنهاد بده به، حالا در قالب مشاور پیشنهاد بده به شرکتی که میخواد سرمایه پذیر باشه، یا به عنوان کسی که میخواد مثلا اینا رو راه اندازی بکنه، که خب آشنایی با اینها کمک میکنه بتونه طرحش رو قوی تر توجیه بکنه. من فقط تو این اسلاید خواستم به شما بگم که این جریان به همین چند تا واژه و عبارت ختم نمیشه، بلکه بسیار بسیار گسترده است. اما اون گینی که من و شما میخوایم از این داستان بکنیم، ICO، IEO، STO، من توی این فصل اومدم اینا رو با هم مقایسه کردم که شما در جریانش قرار بگیرید که اصلا چه تفاوتهایی وجود داره و چجوریه و چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم و کجا میتونیم به منابع اصلیش برسیم. و اون جریان بیل کلنگر رو ICO بهش گفتم. اما این مارکت بسیار بزرگیه. پس ببینید، اگر یک کسی یه جایی دیدین اومد گفت من استاد بلاکچینم یا مدرس بلاکچینم، یه خورده با احتیاط به صحبتاش گوش بکنید. هر کسی هم، من روز اولم به شما گفتم توی صفحه اینستاگرام هست، توی جاهای مختلف گفتم من معامله‌گری و سرمایه گذاری رو بلدم درس دادم. ماینینگ هم که اینجا توی اشاره‌ای کردم فقط دیتا دادم. من نمیتونم مشاوره بدم در خصوص که این دستگاه رو بخر، اینجوریه، اینجوری به هم وصلش بکن. این تخصص خودش داره. اگه کسی دیدی من سوپرمنم، همه اینا رو میدونم، یه خورده ای بهش شک بکنی، شاید کاسه زیرین کاسه باشه. علی ای حال، تا اینجا اومدیم نمونه های مختلف رو دیدیم. نکات کلیدی در انتخاب یه ICO موفق چیه؟ ببینید، حتما تیم اجراییش رو ببینید، تیم فنی اجراییش رو ببینید. این دو تا با هم متفاوته. تیم فنی میشه اونایی که میخوان کد بزنن، اجراییش میشه اینکه که بازاریابیشو داره، مالیشو داره، مثلا حالا CTOه، CEOه، مدیر عامل اون طرحه، یا مثلا بزرگترین آدم اجرایی اون تیم. ببینید این آدم ها مثلا اون مثلا رو چیز CTOه، حالا CFO هم داریم که مالی میشه، CTOه میشه تکنیکالیه، چیف تکنیکال آفیسه. اون که سرپرست تیم، این معاون فنی، معاون نرم افزار توی یه دونه شرکت IT میمونه، تولید نرم افزار میمونه. بابا تو خود 10 خط برنامه زدی، برید نگاه کنید، چون اینا تو صفحه های لینکدینشون اکثرا هم هست دیگه. بهتون قبلا هم نشون داده بودم که رو هر کدوم از این آدمایی که تو اکسپرت ها بود بزنید، بهتون میگه مثلا این صفحه لینکدین میشه، این صفحه توییترشه، سوابقشون رو گذاشتن، رزومه است دیگه. لینکدینی اصلا یه سوشیال نتورکی برای حوزه کسب و کار. آیا مثلا این همچین چیزی داره؟ چهار تا پروژه درست شرکت کرده نکرده؟ غیر از اون ریویوی که تو این سایت ها وجود داره، اون 3.5 و 4 و 5ی که بهشون میدن بر اساس این ابزار هاست. مطالعه دقیق رو وایت پیپرش داشته باشین. دو تا نمونه دادم، توضیح هم دادم یه وایت پیپر بعد چه چیزایی رو بهتون منتقل کنه. ردیت رو نگاه کنید، توییتر و فیسبوک و bitcontact.org رو حتما چک کنی، چون یه نکاتی رو میگن که شاید اصلا شما تا حالا شاید بهش فکر نکرده باشی. مثلا فلان کسک توی تیم برنامه‌نویسی یه آدم فوق‌العاده که تو در 4 تا پروژه دیگه هم بوده، که اون پروژه ها مثلا این خصوصیت داشته، ولی این پروژه چی که اون خصوصیت دیگه ای رو داره، خیلی شاید این آدم حرفه‌ای که اسم گنده‌ای داره به درد این پروژه نخوره. این اون نکات کلیدیه که شما میتونید رایگان توی این فروم‌ها مثل ردیت و بیت کوین تاک بهش دست پیدا کنید. روش تامین مالی چجوریه؟ میخواد با پول فیات باشه، میخواد با کریپتو باشه، با چه نوع کریپتو باشه؟ بعد توکناش چجوری میخواد بفروشه؟ روش توزیع توکنش چجوریه؟ یه قسمتش قاعدتا ایردراپ شاید باشه یا نه اصلا ایردراپ نمیکنه، هیچیشو مجانی نمیده، میگه از اول باید بخری. و اصلا مهمترین مسئله، قراره چی رو حل کنه، چه مسئله ای رو میخواد از کسب و کار فعلی حل بکنه که ارزش افزوده ایجاد میکنه. یه مثلا ببینید، شما مثلا از یه شهری به شهر دیگه میرین، بعضا دیدین بعضی جاها که عوارض و دستی میگیرن، مثلا یه لاین گذاشته ایتیکت رد میشن براشون، مثلا چون یه تگی دارن از اون حساب کم میشه، بعد یه دستی میگیرن و ساعتها شاید شما پشت این معطل بشین، بعد پلیس باز میکنه رد بشین، بعد دست و دلت هم میلرزه که حالا رد شم اون 30 تومنه رو جریمه نشم، 30 تومنه 300 تومنه یه عددی تو این اوردر دیگه. حالا اگر کسی، البته این کار انجام شده ها، تو ایران هم انجام شده،
بیاد یه روشی رو اجرا کنه که اصلا اون دکه مکه رو هم جمع بکنه. اون کاغذی هم که دیدی این تیکه کاغذه تا 5 کیلومتر هم رد میشی هنوز میبینی رو هوا داره این کاغذه فیش عوارضی داره مردم ریختن رفتن متاسفانه دیگه، یا باد زده از توی اون سطل پرت کرده وارد توی بیابون که خود محیط زیستی هم داره. اگر کسی بیاد این مسئله رو حل بکنه پس یه کار گنده انجام داده. اینم خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. اگر پروژه خیلی براتون قامز اومد برین سراغ متخصصش ببینید که آقا واقعا تو حوزه مثلا هنر که اگه داره این کارو میکنه، یا تو حوزه املاک داره این کار انجام میده، یا حوزه سرگرمی، واقعا مثلا کار خفنیه یا نه. اگر نه کار خیلی گنده ای نبود میتونی ازش بگذری. و لیست سرمایه لیست همه دوستان سر کلاس حضور داشته باشن. هستن؟ برگشتین دوستان؟ 5 دقیقه استراحت کردیم. بله بله بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. خب رسیدم، ما کیف پولا رو که قبلا با هم صحبت کردیم، انواعش رو با هم دیدیم، یه دو مدلش هم ساختیم، کیف پول سخت کاغذی رو هم با هم دیدیم و تفاوت دو مورد پرایوت کی و پابلیک کی رو هم دوستان زحمت کشیدن توضیح دادن. من برگردم بالا. بحث خرید وچر هست. دو تا مفهوم داریم، یک وچر داریم یکی استیبل کوین. وچر و استیبل کوین خب الان زحمت میکشن یکی از دوستان برای ما توضیح میدن، اما قبلش نکته ای رو من خدمتتون بگم. اسلاید کامل دوره رو من اینجا آپلود کردم، شما میتونید ازش استفاده کنید. به تاریخ 29 سشن 7 توش نخورده که مربوط به کل دوره است، میتونید داشته باشین، حالا بعدا هم ازش استفاده کنید. دوباره خدمتتون عرض کنم که تمام فایل های زمینه ای که طی این فاصله من ازش استفاده کردم بهش اشاره کردم رو در